گرد همایی های پنج روزه مقاومت در اشرف سه با انعکاس گسترده ای در رسانه های بین المللی و منطقه ای مواجه شد و برخی از رسانه ها همچنان به تفسیر و تحلیل حول اون دارن ادامه میدن. در این بخش از برنامه امروزمون قصد داریم که به کم و کیف این انعکاسات بپردازیم و به همین منظور دعوت کردیم از آقای مرتضی اسماعیلیان که با ما در استودیو همراه باشن. خیلی خوش آمدید به برنامه ایران آزاد. با تشکر از شما و با سلام خدمت همیهنان عزیزم. آقای اسماعیلیان، اگه ممکنه قبل از اینکه به ذکر نمونه ها بپردازید یک تصویری کلی از میزان انعکاساتی که از این گرد همایی پنج روزه مقاومت در اشرف سه وجود داشت به ما بدید. سال این بار کهکشان در واقع توی یک ظرف جدیدی داشت برگزار میشد، ظرفی که متفاوت با سالهای قبل. خب همه بینندگان عزیزم میدونن که سالهای قبل کهکشان در پاریس هم برگزار میشد. پاریس هم مرکز رسانه های بین المللی هستش که انبوهی نمایندگی های مختلف توی پاریس وجود داشتن، ولی این بار در آلبانی برگزار می شد. آلبانی خب یک کشور کوچک کنار مدیترانه است که آنچنان هم مرکز کنش واکنش های بین المللی توش نیست، ولی دقیقا با این چنین ظرفی انعکاس هایی که از کهکشان این بار وجود داشت بسیار انعکاس های گسترده بود. مثلا من به طور عام بگم که بیش از 1000 انعکاس در رسانه ها و رادیو تلویزیون ها، روزنامه ها، سایت ها و رسانه های مختلف بین المللی کهکشان امسال انعکاس داشت. شاید مثلا بد نباشه به بعضیش اشاره کنم که مثلا در رسانه های انگلیسی 170 انعکاس از رسانه های انگلیسی داشتیم، از رسانه های آمریکایی شامل به صدا روزنامه های معروف، فاکس نیوز، نمیدونم چیزای مربوط به واشنگتن تایمز، تایمز و اکسپرس لندن که تو این جریان انعکاس داشت، خبرگزاری فرانسه این انعکاس های مختلف داشت. به طور خاص این سایت گتی ایمیجی که مربوط به خبرگزاری فرانسه هست و این هم به شکل گسترده ای با انتشار عکس ها، ده ها عکس، 67 عکس میگن از کنفرانس گرد همایی اشرف سه داشت منعکس کرد و از این انعکاس ها بسیار گسترده بود. ولی بیشترین انعکاس رو ما در رسانه های عربی داشتیم. 750 انعکاس در رسانه های عربی وجود داشت، از خبرگزاری ها، از تلویزیون های عربی، انعکاس های بسیار گسترده که در روزنامه ها وجود داشت، سایت های عربی، اینا همش این مراسم رو منعکس کردن و به شکل گسترده پوشش دادن. یعنی نشون میده که مقاومت ایران برای رسانه‌های عربی به عنوان یک موضوع داغ و حساس قابل پیگیری هست که اینقدر توجه داشتن. دقیقاً بسیار، مثلا یک قلم 50 انعکاس در تلویزیون‌های عربی وجود داشت که خب خیلی گسترده است. 50 انعکاس، 500 انعکاس در سایت‌ها و خبرگزاری‌های عربی از این تعداد آمار انعکاسات هستش. ولی یک انعکاسی هم شاید بد نباشه بهش اشاره کنم، انعکاسی که در آلبانی بود، بیش از 80 رسانه آلبانی هم شامل تلویزیون ها، روزنامه ها، سایت های مربوط به آلبانی کهکشان امسال رو در رسانه های خودشون منعکس کردن که اینم بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. علاوه بر این چیزی که باز مورد توجه رسانه ها قرار داشت و بسیار اونو پوشش دادن، توییت هایی بود که شخصیت های شرکت کننده در این مراسم داشتن. مثلا خود آقای جولیانی همزمان با شرکت در مراسم توییت های مختلف و متعددی می کرد که این توییت ها بسیار مورد توجه رسانه ها و خبرگزاری ها قرار می گرفت و بسیار از اون پوشش می دادن و انعکاس می دادن. همچنین وزیر خارجه اسبق کانادا و نخست وزیر اسبق کانادا، اینها هم توییت های مختلف کردن. بله، اینا هم در توییت های خودشون در واقع از همین مراسم با همراه با عکس توییت میکردن و اون رو منتشر میکردن و اینها جزء مواردیه که به شکل گسترده در سطح بین المللی پخش میشد و منعکس میشد. بله، و این در واقع گرد همایی ها رو در سطح بین المللی به گوش جهانیان رسوند. بله. حالا سوال این که آیا در داخل کشوری بخوایم ببینیم نگاه بکنیم، رژیم آخوندی هم انعکاسی از این گرد همایی اشرف سه داشته یا نه توی رسانه‌هاش؟ از قضا رژیم آخوندی هم
انعکاس داشت، ولی انعکاس های این بارش خیلی متفاوت بود. یعنی در واقع چشم دیگه بود که خیلی به اصطلاح چندتاش خالیه از اینکه حرفی در مورد کهکشان مطرح بکنه. خب این تعداد شخصیت بین المللی که در این مراسم بود، 350 شخصیت بین المللی که در این مراسم بود، و یا جمعیتی که بالاخره خود مجاهدینی که در واقع تو این مراسم حضور داشتن، همه دهنها رو بسته بود و بسیار در واقع رژیم از این بابت در تنگنا قرار گرفته. ولی با این حال نزدیک به 40 انعکاس مربوط یا نامربوط، مربوط به همین رسانه در رابطه با مجاهدین در همین ایام منتشر کرده و اون رو پخش کرده. من شاید بد نباشه مثلا به یک سایت حکومتی گلستان اشاره بکنم که این هم این مراسم رو انتشار داد، توش نکاتی مطرح کرده و اشاره کرده و به سخنرانی جولیانی، بعد گفته بود که جولیانی به شکل آشکاری به مجاهدین به عنوان بدیل این رژیم مثلا اشاره کرده یا بر طبل سرنگونی رژیم در واقع کوبیده. علاوه بر این روزنامه آرمان بود. آرمان هم در واقع یکی از این رسانه‌های رژیمه که خیلی با سوز و گداز در واقع مراسم را منعکس کرده بود، زمینی که اشاره مستقیما نکرده بود به مراسم، ولی توش گفته بود که آقا این به اصطلاح رژیم در سطح بین المللی با چه وضعیتی مواجه هستش. یک بار توی همین داستان اشاره کرده بود که در زمان مصدق هم یک بار مصدق سفر کرده بود به آمریکا و این شخصیت بسیار محبوبی در آمریکا بود و گفته بود که ما بایستی رجال محبوب داشته باشیم. به این ترتیب خیلی صریح و روشن به نفرت و انزجار افکار عمومی به نامحبوب بودن مقامات بله. رژیم اشاره از مقامات رژیم اشاره میکرد و تو این دستگاه اون رو مطرح میکرد. همچنین خیلی سوز و گداز میکرد و افسوس خورده بود از اینکه دوران اوباما را در واقع تو این از دست داده و اون سیاست مماشات در واقع الان چقدر با مشکل مواجه شده در رابطه با رژیم. پس رژیم هنوز حرف جدی نتونسته بزنه، همچنان در غافلگیری و بهت به سر میبره. دقیقاً بله. حالا برگردیم به همون انعکاساتی که گفتید از خود کهکشان بوده. توی این خبرها یا خلاصه مقالاتی که رسانه‌های مختلف درباره گردهمایی اشرف اس منتشر می‌کردن، بیشتر روش چیزهایی انگشت گذاشته بودن. بلازه محوری بخوام بگید. اگر من به شکل محوری بخوام اشاره کنم، اولا روی نفس برگزاری کهکشان در اشرف روی این اشاره کرده بودن و این مثلا میگفته بودن که آقا این که سازمان مجاهدین بعد از کشتارهایی که در لیبرتی و در اشرف در عراق وجود داشت، الان میتونه چنین عرض اندامی از خودش بکنه، بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. نکته دوم، قدرت و توانمندی مجاهدین رو در سازندگی های اشرف رو بسیار براشون چشمگیر بود و رو اون دست گذاشته بودن که آقا چجوری مثلا این سازندگی های اشرف به وقوع پیوسته. حتی در انعکاس هایی که وجود داشت به معجزه تشبیه کرده بودن. حتی شخصیت هایی هم که در واقع توی سخنرانی هاشون اینا منعکس میکردن و صحبت میکردن در موردش، از همین معجزه‌ای که در همین یک سال دو سال اخیر در واقع در اشرف اس به وقوع پیوسته دست میگذاشتن. سوم، از مثلا آلترناتیو شورای ملی مقاومت که واقعا یک چنین آلترناتیوی وجود داره، در دسترس، دارای طرح و برنامه است و میتونه به اصطلاح همه سازمان جنگ علیه رژیم رو در خودش متولد بکنه و اون رو سازمان بده. این بسیار برشون چشمگیر بود. اشاره میکردن به تاریخچه فدا و مبارزه که علیه این دیکتاتوری توسط همین سازمان در 40 سال اخیر وجود داشته و اینکه چجوری در واقع مجاهدین بعد از عبور از چنین سرمایه هنگفتی که در واقع الان باید بگیم یک سرمایه هست برای مجاهدین، از اون فدا و رزمی که در مبارزه با چنین رژیمی در واقع پشت سر داره. اون چیزی که در اون نمایشگاه ارائه شده بود بله. از مبارزه مردم بله. ایران 120 ساله مردم ایران که در ادامهش مجاهدین اون رو تا این نقطه رسوندن. دقیقاً. همچنین از قدرت رهبری مجاهدین و اینکه چنین توانمندی در این مقاومت وجود داره، چنین رهبری وجود داره که میتونه هدایت بکنه چنین مبارزه ای رو. از تک تک مجاهدین اشاره میکردن، به تک تک مجاهدین اشاره میکردن که این مجاهدین با چه روحیه‌ای و با چه پشتوانه‌ای در واقع الان در اشرف اس
عزم رزم علیه رژیم رو در واقع بستن و دارن و میخوان اون رو ادامه بدن. همچنین یک چیز بسیار قابل توجه این پودر شدن دستگاه دروغ پردازی رژیمه که اگر خب همه بینندگان عزیزمون میدونن که رژیم تا چه حد علیه مجاهدین در این سالیان دروغ پردازی کرده، شیطان سازی کرده و الان که چنین گشایشی رو میبینن و میان با تک تک مجاهدین مواجه میشن، با اشرف سه مواجه میشن و اون رو از نزدیک میبینن، با تک تک مجاهدین صحبت میکنن، میفهمن که تا چه حد این دستگاه دروغ پردازی رژیم و شیطان سازی رژیم پوچ و باطل و بی‌محتوا و نکاتی که در خودتون میگی. همچنین اشاره به بن‌بست سیاست مماشاته، اینکه واقعا اگر کسی بخواد به صدا این رژیم رو به یک نقطه برسونه که بتونه چیز بکنه، فقط قاطعیته، هیچ چیز خارج از این نیست. به بن‌بست سیاست مماشات در طی سالیان اخیر به صدا باطل بودن خودش رو در این به صدا در رابطه با رژیم خودش رو خوب نشون داده. و همچنین اشاره میکردم به همین نمایشگاهی که الان شما اشاره کردین، 120 سال مبارزه برای آزادی، بسیار این نمایشگاه مورد توجهشان قرار گرفته بود، از عکس‌ها، از تاریخچه بسیار زنده و پویایی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود و اون رو به عنوان یک سرمایه ملی و گنجینه ملی در واقع اون رو مطرح میکرد. بله. حالا اگه بخوایم به چند نمونه از همین انعکاسات برجسته یا اونایی که پیام‌های خاصی از این گرد همایی رو منعکس کردن اشاره بکنید، به کدوماش میتونید اشاره کنید؟ راستش رو بخواید تعداد انعکاسات خیلی زیاده، حرفایی که در واقع رسانه‌ها مختلف در مورد این کهکشان زدن واقعا گسترده است. شاید مثلا شنیده باشین این واشنگتن تایمز اشاره کرده بود به اینکه تلسم شکسته شد و کانون مقاومت جهانی علیه رژیم جنایتکار ایران متولد و ایجاد شد، با چنین عبارتی در واقع از چنین کهکشانی نام می برد. یا حتی مثلا گفته بود که مجاهدین دربهای خود را بر روی جهانیان گشودند. سیاستمدارا اشاره به حرفای سیاستمدارایی که در این کنفرانس ها صحبت کرده بودن اشاره زیادی کرده بودن. شاید مثلا بد نباشه چیزی که به اصطلاح مورد توجهشان قرار گرفته بود، این 350 شخصیتی بود که از کشورهای مختلف اروپایی و سراسر دنیا به اشرف سه اومده بودن. اشرف سه با هم جمع شده بودن. با هم دیگه جمع شده بودن. این یک به اصطلاح آکت خیلی ویژه، یعنی در جمع کردن همین 350 شخصیت توی اشرف سه. واقعا یک توانمندی بالایی رو مشاهده کرده بودن از این تجمع 350 نفر. حالا مثلا یک چند نمونه دیگه براتون بخونم. تلویزیون الاخباری اشاره کرد به اینکه تاریخ 24 تیر ماه، پیام این کنفرانس بسیار روشن بود که زمان آن رسیده است که دولت و کشورهای جهان آزاد به حرکت درآیند و موضوع مردم ایران که تحت ظلم و ظلم دیکتاتوری قرن و جنایتکاران جنگی این دوران هستند مد نظر قرار بدهند. یا اشاره کرده بود به اینکه حمایت از اپوزیسیون و مردم ایران راه کار اصلی برای سرنگونی این رژیم فاشیستی است. خبرگزار فرانسه هم به اشرف سه اشاره کرده، به کنفرانس سالانه ایران آزاد که برای اولین بار در اشرف سه برگزار میشه، گفته بود که مقر سازمان مجاهدین در نزدیک دورس در آلبانی این کهکشان رو برگزار کرده و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزاری شورای ملی مقاومت در سخنرانی سالانه در اجلاس سالانه مقاومت ایراد کردند، کشورهای غربی رو تشویق کردند که در مقابل رژیم کنونی دست از سیاست استمالت بردارند. روزنامه ریاض هم یه جمله پیام سیاسی که خطاب به دول غربی در به طور خاص در اروپا هستش بارها منعکس شد که باید به سیاست مماشات دیگران پایان داد. واقعا باید پایان داد. و یک جمله رو هم روزنامه الریاض نوشته بود که یک پیام عربی و اسلامی به مردم ایران این کهکشان داده، خورشید آزادی به زودی دمیده خواهد شد. بله. حالا شما اگه بخواید در مجموع یک جمع بزنید از مجموعه این انعکاسات از کهکشان اشرف سه، چطور میتونید بگید؟ یا چه چیزی، آیا چیزی ورق خورده، چیزی تغییر کرده، چه چیزی جدیدی داشت؟ بله.
همطور که از این رسانه ها بهش اشاره کردن و گفتن و به چیزی که در صحنه بین المللی چرخیده به هم با همین عبارت اشاره کردن چیزی در صحنه بین المللی چرخید واقعا نشون داد که اون چیزی که سیاستی که رژیم تا به حال بر علیه این مقاومت به کار گرفته دستگاه دروغ پراکنی دستگاه تلفیق با سیاست مماشاتی که در کشورهای مختلف گاهن وجود داره و وجود داشته تا به حال و در واقع رژیم رو از میخواستن به نوعی استحالش بکنن دل به داخل این رژیم بسته بودن این همه این موضوعات در واقع از روی میز جمع شد یعنی در واقع اینا فهمیدن که آقا از نزدیک مجاهدین رو دیدن از نزدیک با مجاهدین آشنا شدن با یک مقاومت منسجم سازمان یافته بسیار مصمم برای سرنگونی و بنابراین امیدهای بسیار زیادی رو در دل همه مشتاقان آزادی چه در سطح بین المللی و چه در سطح مردم ایران به وجود آورد پس شاید بیدلی نیستش که رژیم هم الان داره به فکر میفته که چی کار باید بکنه چون اون دروغای قبلیش دیگه همه به قول شما الان باطل شد الان باید فکر کنه دروغای جدید در بیاره که الان توش مونده که بعد از این چیزی که از اشرف سر رو شد الان دیگه باید چه چیزی یا چه جور دروغایی رو پیدا کنه بلد. خیلی ممنون از حضورتون توی این گفتگو و از برآوردی که از انعکاسات این گردهمایی به ما دادید.